سلام و درود بر شما. ما آقای فروزنده گرامی، درود بر همکاران دوستان بینندگان شما در هر جا هستم. چه تصویر خوبی دارید از اون طرف، از تصویر تلویزیون روشنتره. چه کار کردید آقای مشیری؟ ما کاری نکردیم، که ای کاری کرده است آقای تندر کرده است در این گوشه. ولی تصویر خیلی خوبه. خیلی تصویر شما هم خوب است. خیلی متشکرم جناب مشیری. یک قبل از که وارد اصل مطلب بشیم، یک نظر مختصر شما رو میخواستم. شما نسبت به این منازعه اسرائیل و فلسطینیا چی فکر میکنید؟ آقای فروزنده گرامی، خوب سوال کردید برادر من. ببینید، فراموش نکنیم که جهان مدرن رو 5 بنیاد خبری اداره می کند. اون چه ما می شنویم نه چنان است که در دنیای واقع می گذرد. ما بایستی این ترم ها رو که اینها به میان انداختن رو از هان ما رو در واقع به گمراهی بردن از نو تعریف کنیم. تروریسم رو از نو تعریف کنیم، ببینیم آقا واقعا تروریست چه کسی است. و صدها گونه از این لغات و مصطلحات هست. این داستان داستان حزینی است و پایان ندارد. به نظر مخلص این سیستم آپارتایدی که اسرائیل در اونجا به راه انداخته و متاسفانه مورد پشتیبانی یک کشور بزرگ دموکراتیک مانند آمریکا است، هیبت انگیز هست و بلایی که به روز فلسطینیان آورده اند در این مدت از 1900 در واقع بعد از جنگ دوم حیرت انگیز هست. و من متحیر و متعجبم که چگونه جهان آزاد یا روی خود رو برگردانده یا تأیید میکند. شما ملاحظه بفرمایید که شما وارد یک سرزمینی بشوید، ساکنان اصلی اون رو که در تمام تاریخ در اونجا میزیستن، اگه به تاریخ گذشته این فلسطینی ها نگاه کنید، در تاریخ اجدادی دارن در اون سرزمین. شما وارد شوید بگوید اینجا سرزمین یونس و سلیمان هست، ما برگشتیم به سرزمین ما. آقا شما برو اول ببین یونس و سلیمان اصلا وجود داشتن؟ چند هزار سال از روزگار یونس میگذره؟ چه میزان زمان بایستی بگذرد تا یک شخصی شهروند یک کشور شود؟ آقا شما وارد آمریکا میشید، بعد از 5 سال شهروند کشور هستید، نمیتواند شما رو بخواد. اینا آمدن عرض کنم که با زور و با ترفند و با نیرنگ و با کمک انگلیس ها، اینها با یک وضعیت غیر انسانی 711 هزار نفر رو از خانه هاشان بیرون کردن که یونس اینجا بوده، داوود اینجا بوده. فراموش نکنید داوود اینجا بود، شاه بود، این سرزمین ماست. در حالی که آنچه مربوط به این منطقه هست که اورشلیم قلبش هست، در واقع محل اصحاب ادیان مختلف در دورهای تاریخ بوده، از مسلمان بگیرید تا مسیحیان بگیرید تا یهودیان اونجا بودن، متعلق به آدم مخصوصی نبوده است. حالا فرض کنیم یک داوود بوده، یک زمانی چند هزار سال پیش اونجا حکومت میکرده. این حقانیت شما رو به اثبات نمیرساند که به زور سرنیزه مردم رو از خانه هاشون بیرون بکنید و به آنها اجازه بازگشت ندهید. یک عده از اینا هنوز در کمپ ها هستن، در چادر ها هستن، و بعد بلدوزر بیاورید و شروع کنید به ساختمان سازی و دعوت کنید از مثلا فرض کنید یهودیان روسیه که بیایید که منزل هست، و بعد با زور توپ و توپخانه از کنم سرزمین های مردم رو بگیرید و علی رغم در واقع قطعنامه های متعدد و متواتر سازمان ملل متحد از جای خود تکان نخورید و بعد هر کار میتوانید به روز این ملت بیچاره بیاورید. مزارع اینها رو تخریب کردن، آتش زدن، اینها بیچاره زارع بودن، باغهای زیتون داشتن، همه رو تخریب کردن، بعد همینا رو تقسیم کردن یک جایی به نام نمیدونم وستبنک، یک جایی به نام غزه، که اینها در واقع اسیر هستن. یک زندان، یکی از بزرگترین زندان‌های شهر، بزرگترین زندان دنیا غزه است، و همواره اینکه حق با ماست به جهتی که کنترل اخبار و بسیاری روزنامه‌ها در دست این آقایون هست و در واقع نفوذ بین‌المللی دارن، ثروت‌ها قبض می‌کنن. بزرگترین لابیست جهان لابیست اسرائیل هست در
آمریکا در واشنگتن، شاید از CIA هم بزرگتر باشد. این است که کسانی هم که بلندگو به دست دارن و در این قضیه هستن، آقا انسان اولین چیزی که ما باید اندازه کنیم عدالت طلبی و انسان دوستی اینها ایجاب میکند که ما به این به حقوق این مردم نگاه کنیم. آقا سرزمین اینها بوده، پشت در اونجا میزیستن، ناگهان اروپایی ها پیدا شدن که آقا هیتلر نمچه کرده فلان حرفا، و تا زمانی که معلوم نکنیم و نفهمیم و معتقد نباشیم که خون یهودی با خون فلسطینی با هم برابر است و در واقع اون چه حاکم است و اون چه محترم است در واقع و اون چه مقدس است، انسانیت است، کار به جایی نخواهد رسید. این است که بنده نگاهم این هست. این خیلی خیلی کوتاه بود اون چه عرض کردم، اما اینکه شما مدرن ترین هواپیماها رو، مدرن ترین موشک‌ها رو از ایالات متحده بگیرید و در اونجا در واقع بر روی سر زن و بچه مردم بریزید و به ازای یک نفر 500 تن رو بکشید و بعد بهانه‌های واهی بیاورید مثل اون سه بچه‌ای که کشته شد، اصلا به حماس مربوط نبود و اینها در واقع بیچاره‌ها دیگه از فرط بیچارگی و در واقع نمیدونم گرفتاری است که دارن یک دست و پای دارن. من مخالف هر نوع ترور، مخالف هر نوع بمب‌گذاری و مخالف هر نوع خشونت هستم، اما حقیقت امر این است که در این میانه خشونت اسرائیل بیش از قاعده است. یعنی بیش از آن است که بخواهد فرض فرمایید انتقام معلوم نشد. اینها در جای دیگه کشته شده بودن، همه هستند که میگن دیگه نمیدونم گروه تروریست هست، اعلام کرد بیچاره بارها که آقا ما نبودیم. اما سیاست هاست و این اسرائیل نه تنها این کارها رو در اون منطقه میکند، در کار ایران هم فتنه میکند، تروریست ها تربیت میکند، در کار کردستان فتنه میکند، در کار عراق فتنه میکند و اساسا خواستار و دوستان این نیست که یک سرزمینی بزرگ در خاورمیانه پیدا شود، در کشوری صلح باشد و در راه ترقی. این هست که منطقه را دچار آشوب میخواهد، کشورها قطع قطع میخواهد که خود قدرت قاهر بماند و این استدلال و این شیوهی که اینها پیش گرفتن دوام زیادی به گمان من نخواهد داشت. این مختصر چیزیست که من نمیخوام خدمتتون عرض کنم. سپاسگزارم. افک موضوع برنامه چیز دیگریست، وگرنه میخواستم با تون در این مورد واقعا با توجه به اطلاعات گسترده تاریخی جنابالی ابعاد بیشتری از ماجرا رو بله. نگاه بکنیم، چون به هر حال این ماجرا یه ماجرای عجیبی است، بسیار عجیب است. آقای پرزیدنت فرمایید تا فراموش نکردم، آقا مشهورترین یهودی که ما میشناسیم آقای آلبرت اینشتین هست که در واقع بسیار بیزار بود از دینگرایی و این خدای مذهب و این داستان ها، به طور کلی مرد بزرگ بیگانه بود. در سه مورد مقاله های مهم نوشت، در سنای آمریکا حاضر شد، گفت آقا ما مردم اسرائیل، ما مردم یهودی کشور نمیخواهیم، ما مردم مظلومی بودیم، اما اگر مرزهای جغرافیایی پیدا کردیم و ناسیونالیست در بین ما بروز ظهور کرد، ما به مردمی ظالم تبدیل خواهیم شد، در اونجاست که توپ و تفنگ و آدمکشی خواهیم کرد و این چهره، این مظلومیت تاریخی که به ما یهودیان منتسب هست، این از بین خواهد رفت. و یک مقاله بسیار مهمی نوشت که من این مقاله رو خدمت نمتنه بردن، از جنایاتی که مناهم بگن و حزب او در دهات فلسطینی ها کردن، گفت اینها رو قتل عام کردن، عده ای رو مثل حیوانات سوار این جیب ها دست و پای بستن و در شهرها به نمایش گذاشتن و از اینجور سخنان. این هست که یهودیان دانا و آزادی خواه و فرهیخته هم مخالف این داستان هستن. بفرمایید. ببخشید. سپاسگزارم جناب مشیری. اجازه بدید برگردیم سر قصه خودمون، قصه گذر از روحانیت. امشب قرار است که شما ما رو ببرید با اون چه که در دنیای دوران صفویه هست آشناتر بکنید. بله. و با ملاهای بزرگ دوران صفویه که نقشی تعیین کننده رو هنوز هم در ایران اسلامی ایفا میکنند، از جمله ملا محمد باقر مجلسی. بله. ما در خدمتتون هستیم. بله. ببینید آقای فروزنده، قبل از اینکه وارد این ماجرا بشویم، این وضعیتی که در ایران هست که کریه ترین و فاسدترین رژیمی است که ممکن است ایجاد بشود،
اذهان ما را به بیراهه برده، استدلال های ما را تخریب کرده، نگاه ما را به دین و سیاست اصولا از خرد دور کرده و بعض سخنان ما را در واقع در پیشگاه خرد مردود کرده است. یعنی ما را گیج کردن، خشمگین کردن. بعض سخنان میگوییم که دارای معنی نیستن. اون سخنی سخن است و اون نظری نظر است که در واقع پیرو زمان نباشد. یعنی شما سخن رو در هر جای یا جغرافی، این سخن رو شما در هر جای جهانی که مطرح بکنید، در هر زمانی در پیشگاه خرد و عقل استدلالی پایه های صحیح داشته باشد. این است که بعض سخنان گفته می شود. من دوست دارم به اونا اشاره کنم. مثلا فرض کنیم به خاطر وجود این رژیم که عرض کنم عمام بندان و روزخانان و مردمان دینی منتسب به دین به وجود آوردند و اینها، بعض سخنان میگوییم که شایسته نیست و اینها غلط هست، اشتباه هست. مثلا میگوییم فلان شخصیت در مجلس ملی قرآن را از دیر جیبش در آورد، گفت به این قرآن سوگند که چنین و چنان، بنابراین این تقصیر اونه. مثلا فرض کنید یه آدم مردودیست چون قرآن در جیبش بوده. آقا کشور مسلمانن، مردم ایران 100% تقریبا 8% 9% مسلمان هستن، هیچ اشکالی ندارد یه کسی در مجلس ملی قرآن رو از جیبش در بیاره به این قرآن. یا اینکه این شاه سابق میرفت است به زیارت و در زیارت مشهد عکساش میندازن که آقا پس این چون رفته زیارت، آقا اونم شاه مملکت بوده، نمیدونم مردم شیعه بودن 90%، نمیدونم رئیس جمهور آمریکا ممکن است چوب بیسبال دستش بگیره به جدی مردم بیسبال دوست داشتن. بنابراین این سخنان مردود است. خب ایشون هم حق داشته بره زیارت بکنه. زیارت ایشان نبوده که ما رو به این روز انداخته، بستن مجلس ملی بوده. فراموش نکنیم چه میگوییم. این هست که یا فلان خانم شب در منزلش نمیدونم سفره ابوالفضل، خب سفره ابوالفضل بیاندازه چه اشکالی داره اگر ایشون رو خوشحال میکنه، روح ایشان رو در واقعا یک غنایی میبخشه و در اون شبی که سفره ابوالفضل انداخته دوستانش رو جمع کرده، اونها هم به یک معنویتی رسیدن، چه اشکالی داره؟ تو این همه مشکل ما اینا نیست. مشکل ما این هست که حاکمیت ملت و حاکمیت قانون نیست، نه اینکه فلان کس قرآن در جیبش واسه یا عکسش با یه آخوند افتاده است. اینها بهش میگن مغلطه پرزنتیسم، یعنی ما شرایط حاضر رو تحمیل میکنیم به روزگار گذشته و استنتاج میکنیم و بعد فکر میکنیم که استدلال های ما درست است و استدلال ما صحیح هست. اصلا چنین چیزی نیست. مشکل ما استبداد هست و استبداد بوده و اگر تداوم پیدا کند استبداد خواهد بود و راه حل حاکمیت ملت و برقراری قانون و عدالت است در مملکت. این است که این را هم خواستم قبل از شروع بحث مربوط به عرض کنم که مثلا مربوط به صفویه و کارکردهاشون و نقش روحانیت، این نکته رو و این مطلب بسیار مهم به خدمتتون عرض کنم. اون بحثی صحیح هست و ولید هست به قول اینجا که در هر مکان و هر زمانی ولید باشد. وقتی ما میگوییم هر نیروی را عکس العملی است، ما در واقع متساوی و برعکس در واقع در جهت مختلف، این دیگه در روزگار دیکتاتوری و در روزگار دموکراسی در آلاسکا در روسیه همه جا قانون است، یک قوانین نیوتن است. بنابراین ما بایستی در واقع ببینیم چه میگوییم، ترم های خودمون رو تعریف کنیم و بعد بحث کنیم. این یک نکته بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم. من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. در برنامه هفته دو هفته قبلمون که با هم داشتیم، شما در زمینه ظهور و پیدایش شاه اسماعیل صفوی صحبت کردید و اون چه که بین او و عثمانی ها هم اتفاق افتاد رو بیان داشتید و به هر حال روشن کردید برای ما که صفویه یک طبق اظهار خودتون یک شمشیر دودمه، از یه طرف به حال در مجد ایران اینها دخالت داشتن و از طرف دیگه این پایه‌ای که گذاشتن برای تشیع و کاری که کردن در واقع زمینه استبداد دینی رو در ایران فراهم کرد. در خدمت. بله بله. اجازه بدید که عرض کنم چند مطلب مهم هست در این باب خدمت شما عرض کنم. یکی اون که این اتفاقی که افتاده است و شاه اسماعیل اول پیدا شده است به ضرب شمشیر، مردم ایران همونطور که عرض کردم اهل سنت بودن،
مردم ایران سنی بودن، آقا بیشتر حنفی بودن و شافعی، و شیعیان هم تعداد اندکی مردم بودن، نسبتشون تقریبا به نمزه نسبت بهایان امروز بود. این آدم پیدا شد و یک خشونتی رو به خرج داد و این آدم در واقع یک کارهایی رو به انجام رساند که فقط از خونخواران تاریخ برمیاد، با پاره کردن شکمها، با کشتن علمای اهل تسنن، با آتش زدن گورهای اهل سنت در واقع، و اون چه جنایت هست ایشون انجام داد و به زور، حقیقتاً به زور شمشیر ملت رو سنی کرد. و دشمنیش با اهل تسنن به وجهی بود که مساجد اینها رو هم همتن تخریب کرد و گفت غیر سنی هر کس من میکشم، مهم نیست چه تعدادی. غیر ببخشید آقای مشیری، فرمودید غیر سنی هر چه هست من میکشم؟ بله، سنی هرچه هست من میکشم. همه بایستی شیعه دوازده امامی باشید. و این که میبینیم ایران تنها کشور شیعه است به خاطر اوست، و این که عراق هم میبینیم شیعیان به این تعداد هستن به خاطر وجود همین آدم هست، به بغداد رو گرفت، اونجا هم همین سیاست رو برقرار کرد. گور بزرگان دین، گور ائمه دین، ائمه که عرض کنم یعنی پیشوایان دین، مثل امام اعظم ابو حنیفه، و عرض کنم که بسیاری از علما و فضلای اهل سنت که مورد احترام بودند، همه گور اینها رو آتش زد، مساجد اهل سنت خرا. گفت در اینجا هم هر کسی سنی هست و حاضر نیست چی بشه من میکشم، و به ضرب شمشیر عده بسیاری هم در اونجا در واقع شیعه کرد، شیعه دوازده امامی، و این مطلقا به زور شمشیر و از طرز جان صورت گرفت. و بعد عرض کنم که اخلاف او هم همین سیاست رو پیش بردن و شیعه‌گری، شیعه دوازده امامی در این منطقه گسترش پیدا کرد و مردم این شد آیین مردم ایران. وقتی که شاه اسماعیل و عرض کردم خدمت شما که مرحوم علامه کسروی ثابت کرد که اینا اساسا پدرانشون اینا سنی بودن، اینا سنی بودن، زده بودن به داستان شیعه‌گری، و عرض کردم که دو حکومت خونخوار سنی هم بودن، البته که قوانین شیبانی بودن، ازبک ها و اینها، یکی هم عثمانیان بودن، و سیاست های او این بود اول شیعه، دوم ایران. و این داستان مطرح کردن ایران برای نخستین بار بعد از قریب 9 قرن بسیار بدیع بوده، و اینکه ایران دوباره یک امپراتوری بزرگ و محترم شد، این که عرض کردم یک شمشیر دو لبه است از اینجاست. و اساسا خودآگاهی نسبت به ایران نزد ایرانیان نبود، دوباره خودآگاهی ملی بازگشت و نام ایران عزیز شد و کشور ایران بزرگ شد و به لحاظ هنری پایگاهش بسیار بسیار بالا رفت و یکی از امپراتوری‌های بزرگ عالم ایران شد. و این یه سوی قضیه است. بله، ببینید این ایران هست در روزگار صفویان، تقریبا به اندازه روزگار ساسانیان هست. شما میبینید که بخش شرقی ترکیه که ما امروز ترکیه مینامیم جز ایران بوده و فقط بخش اروپاییش بوده که دست دیگران بوده، و از سمت شرق هم میبینید که تا هندوستان بوده و کشور بسیار عظیم، فکر میکنم یک سومش بیشتر بر جای نمونده از روزگار صفویان، و بعد از نادرشاه رفته رفته کشور ما کوچکتر و کوچکتر شد تمام این غزه. بنابراین از یک نقطه نظر این یک کار بی‌نظیری بوده، در تاریخ دیده نشد ملتی در کار خدمتتون از میان برود و دوباره برخیزد. اما میخوام خدمت شما اینو عرض کنم، در تاریخ آمده است که فقط یک کتاب شیعی اینها داشتن، هیچ نوشتجات شیعی نداشتن، هیچ گونه تاریخی متکی به قلم شیعه نداشتن که این ایده هایی رو که برای مردم میگفتن به اثبات برسانن، چیزی در دست اینها هیچ نبود، چون تمام عرض کنم مؤلفین و نویسندگان و اصحاب قلم اهل سنت بودن، تاریخ ها رو همه اونها نوشته بودن و اهل شیعیان کاری نکرده بودن جز تعدادی شیخ عرض کنم که مثل شیخ طوسی و عرض کنم که شیخ مفید و اینها یک چیزهایی گفته بودن. و این هم بایستی عرض کنم که تا برسیم به اواسط قرن دوم این چهار مکتب
فقهی عالم اسلام به وجود آمده بود، یعنی فقه ابو حنیفه و سایرین که عرض کردم خدمتتون، فقه حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی، اینها آمده بودن و تقسیم بندی ها شده بود. یک فقهی هم به نام فقه جعفری داریم که در دست امام جعفر صادق منصوب به اوست که بهش میگن فقه جعفری. حالا در اون روزگاری که شیعیان اصلا تعدادی نبودن از این سخنان نبود، جرأت رویارویی با اهل تسنن را نداشتن چون فضلای بزرگ روی اهل تسنن بودن و چیزی در دست اینها نبود. و در این فقه، اصولا فقه اسلامی، چند عنصر مد نظر است. یکی قرآن هست و در واقع اعمال رسول هست و صحابه، و بعد ما رأی رو داریم، استحسان رو داریم، قیاس رو داریم، حدیث رو داریم، و عرض کنم که عقل. مثلا خیلی حالا مضحک هست که فقه شیعه یکی از پایه‌هاش میگه پایگاه ما عقل است. باری حدیث ضعیف‌ترین پایگاه عرض کنم که این فقه هست. حدیث بزرگترین ائمه دین به تحقیق امام ابو حنیفه زوتی کابلی است که این مرد بزرگ ایرانی بود. این همون کسی است، این بزرگ که گفت شراب می توانید بخورید و قرآن رو به فارسی می توانید و نماز هم به فارسی می توانید بخوانید. اهل از اهل کابل و در روزگاه ابو جعفر منصور دوانیقی ایشون بزرگترین قضات بود و کسی است که میگویند 80,000 مسئله فقهی رو طرح کرده و جوابش رو پیدا کرده از طریق رأی و از طریق احسان و عرض میکنم که و قیاس. این امام اعظم ابو حنیفه رو خواستنش که قاضی القضات بکنن او رو و اون نفذی رو گفت به سرت ستن بودن اینها که دعوتشون کرده بود ابو جعفر منصور که دومین خلیفه عباسی هست که او رو قاضی القضات بکنند. گفت دوستان من بهانه دارم برای اینکه کنار دست ظالم ننشینم و اون اینکه من ایرانی هستم، شما برای خود بهانه های خود رو بسازید. و بردم پیشگاه منصور. منصور گفت ابو حنیفه نخستین کسی که من به اون رأی دادم که قاضی القضات، گفت قربان من از موالی هستم، چون میدونید بیشتر بزرگان دانشمندانی که در اون دوره پیدا شدن از موالی بودن، یعنی از ایرانی ها بودن که به بردگی برده بودن. گفت من یک ایرانی هستم، من از موالی هستم، این بزرگان عرب به قضاوت من وقعی نخواهند نهاد، این است که بهتر است که بنده رو عرض کنه معذور داری، که البته ابو منصور نپذیره و او رو زندانی کردن و این مرد بزرگ در زندان مرده است و احترام بسیار دارد و درصد مسلمانانی که پیرو فقه او هستن بزرگ بیشترین مسلمانان بودن و هستن حنفی ها امروز. در اونجا امام اعظم میگوید که من حدیث رو مطلقاً و ابداً نمیپذیرم به جهت اینکه این یک سخنی بی اساس است که ما بنشینیم و بگوییم که از قول فلان که به قول فلان بود و چنین بود و چنان بود و پدرش که بود اینجور آمد که رسول الله این رو گفت. این رو ما معیار نمیتوانیم قرار بدیم. سخن از یک زبان به یک زبان دیگر تغییر میکند. این است که اون که بزرگترین ائمه دین بوده و گورش رو این شاه اسماعیل تخریب کرد در بغداد و دستور لشکریان اونجا اون کار رو بکنن بماند، میگوید من 17 حدیث رو بیشتر نمیپذیرم در قضاوت ها تا به اونجایی که به حدیث مربوط هست 17 حدیث و اینها احادیثی است از زبان عایشه ام المؤمنین صادر شده است و میتوان به اونها اعتماد کرد چون همنشین رسول الله بوده و دائم با ایشان بوده و این است که من حدیث دیگری رو قبول نمی کنم. از اون سو فقه جعفری یک سره بر حدیث است به جهتی که اینا چیزی در دستشون نبود ابداع اختراع می کردن. وقتی که اینها اومدن و در واقع تبریز پای تخت بود بعد شد قزوین بعد شد اصفهان، دوچار کمبود آخوند شیعه بودن، کسی رو نداشتن. اینها با دادن پول فراوان با تبلیغات بسیار از زمان شاه اسماعیل از بحرین و از عراق و جبل عامل و فلسطین امروزی آخوند شیعه بود که عرض میکنم که کاروانهای آخوند شیعه که برویم اونجا بازار خوب هست، اینها آمدن و برای منکوب کردن اهل تسنن. خدمت شما عرض میکنم که یکی از کارهایم که
باعث خرابی ها شد این بود که در زمان امیر شاه اسماعیل اینها آمدن و اولین عمرکشان به راه انداختن و یک کارناوال عجیب غریب بود که همه در شرکت میکردن، به زن و به رقص بود و بعد یک آدمکی را میساختن. ما هم بچه بودیم، هنوز این در ده ما رایج بود و بعد سنگ پرت میکردن، لعنت بر عمر میکردن و اینها. این سب به شیخین عرض میشود که این باعث دشمنی بسیار شروع علی تسنن و آمدن سلطان سلیم و شکست چالدران و از دست رفتن منطقه ایران، بخش عمدش همین آزار به اهل تسنن و این سب دوستان رسول و عایشه بود و قراردادها شد بین اینها بعد در درگیر و دارهای سیاسی که این کار رو نکنن و این عمرکشان رو اینها رو برداشتن و اینها بمانند. بنابراین تا زمانی که این اهل شیعه در واقع علمای شیعه میبایستی رویاروی بحث کنند با علمای اهل سنت در پیش بزرگان، اینها اندک عقلی سعی میکردن از خود بروز دهن، اندک انصافی بعض اوقات بودن. اما زمانی که شکم همه علمای اهل سنت رو پاره کردن، مساجد اینها رو تخریب کردن و همه قدرت دست اینها این افتاد، اینها بلافاصله فاسد شدن، دروغگویی را آغاز کردن. عرض کنم که کتاب‌های مثل بهار الانوار، مهر قلقلوب و حلیت المتقین، اینها که اینجا هست، همه اینها حاصل این فساد ذهنیت شیعه است در روزگار صفوی. و میلیون حدیث اینها ابداع اختراع کردن برای اینکه یک سره دیگران رو به دروغها در واقع لباس شر بپوشانند. خود اینها میگوین ما آخوندیم، بلدیم کلا شرعی، بلدیم چگونه بسازیم و اینها. و خدمت شما بایستی عرض کنم که و رفته رفته اینها صاحب مجتهدان شدند، رفته رفته نفوذ کردند در طبقات مختلف، در لایه‌های مختلف جامعه ایران. هر چه زمان پیش رفت قدرت اینها بیشتر شد. یک روزگاری بوده است که شاید 4 مجتهد در کل ایران نبوده است، مورخ میگوید، اما کار به جایی میرسد که تعداد مجتهدین به چندین هزار نفر میرسه، مساجد به وجود میاد و مدارس شیعه‌گری و اینها شروع میکنن نفوذ کردن با قزلباشا، یعنی گروه های نظامی، با اصناف، با زمینداران، لایه لایه اینها نفوذ کردن و اونها هم در جواب به خصوص زمینداران و بزرگ، از اونجایی که هر کسی مورد غضب واقع میشد می آمدن زمین های او رو می گرفتن و به نام پادشاه ضرب می کردن، این وقف کردن زمین به نام مساجد و به نام علما و اینها به گونه ای جلوگیری از مصادره ای بود که تشکیلات دربار و حکومت ها انجام می دادن. این است که اینها روز به روز چاقتر و چاقتر شدن و قویتر شدن و نفوذشان بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا میرسیم به روزگار شاه عباس کبیر. و میخوام خدمت شما عرض کنم در همون روز یک عده پروتستانت، در واقع مخالفین، منتقدین این مجتهدین پیدا شدند. اخباریون گفته میشوند. اخباریون بر این بودند که ما نیاز به اجتهاد نداریم، آقا ما نیازمند این کسی نیستیم که برای ما مجتهد باشد و فتوا صادر کنند. ما با اخباری که در دست داریم که همون قرآن هست و حدیث، خودمان میتوانیم دین خود رو داشته باشیم و بدان عمل کنیم بدون این که ما معتقد به مجتهد باشیم. و این داستان تا حدود سال 1792-3 در جریان بوده، یعنی منازعه بین عرض کنم اخباریون و اصولیون و این داستان تا زمان قاجارها هم بوده. در واقع یک سید محمد اخباری داریم و یک داستان مشهور که من نخواهم گفت، در روزگار فتحعلی‌شاه قاجار این سید محمد اخباری به فتحعلی‌شاه میگوید من سر اشبختر که در واقع اینسپکتور جنرال ارتش روس بود رو میآورم برای تو در یک ماه، به شرطی که این مجتهدین رو از میون برداری. او هم قول میدهد، او کارش رو انجام میده تا یک ماجره بسیار شگفت انگیز. اما فتحعلی‌شاه قاجار که حریف مجتهدین نبود. بنابراین اینها دارای اهمیت شدن، این آخوندهای شیعه، و روز به روز هم فاسدتر و دروغ‌گوتر شدن و
جریانات در واقع فلسفی در جامعه ایران رایج در روزگار مغول، باز اندیشه بازگشت به حکمت عقلی و زنده ساختن حکمت ابن سینا و ارسطو از اذهان متفکران میگذشت. بزرگترین اینها، بله میفرمودید آقای مشیری، مثل اینکه صدای آقای مشیری رو از دست دادیم. من الان تصویر آقای مشیری رو میبینم، آیا صداشون هم داریم؟ اتاق فرمان. الو، صدا منو میشنوید؟ بله بله میشنوم. شما صدای منو میشنوید آقای مشیری؟ بله بله. بسیار خوب، پس همه چیز حله. آقای مشیری در خدمتتون هستیم از همون جایی که قطع شد. من کجا قطع شد عزیزم؟ شما رسیدیم به دوران، رسیدیم به دوران شاه عباس کبیر. بنده داشتم در باب مجلسی صحبت می‌کردم و بعدم فرمودید که داستان اون فتلی شاه و اون شخصیت محمد اخباری که وعده کرده بود و رفت و سر اون سردار روسی رو آورد، اما فتلی شاه جرأت پس خیلی قطع بودیم. بسیار من داشتم عرض می‌کردم خدمت شما که چون قدرت مطلق در زمینه دین و رهبری جامعه دست آخوندهای شیعه افتاد، اینها بلافاصله فاسد شدن، از هر نظر فاسد شدن، و چون چیزی در دست نداشتن، یعنی تاریخ به نفع اهل سنت است. شما اگر نگاه کنید تاریخ‌های اسلام، تاریخ‌های بزرگ و صحیح اسلام مثل تاریخ طبری، مثل تاریخ مسعودی و سایرین و باقری‌ها و مدائنی و دیگران، اینها صدای من هست؟ بله قربان، داری میشنوی صدای بله. شما اینها خب البته که از عمر با احترام یاد کرده بودن، البته حوایق امور را نوشته بودن، البته از عایشه با اکرام یاد کرده بودن. اینها آمدند و چون از ابتدا در واقع چیز دیگری میگفتن، چیزی هم در دستشون نبود، یک سر این تاریخ ها رو به کناری گذاشتن و شروع کردن به ابداع احادیث. حتی مشهور است که ملا محمد باقر مجلسی که از اجله علمای دین است به قول معروف، نامه نوشته بود به تمام اقطار ایران، هر کس حدیثی میداند برای ما بفرستد، و بنا به اون چه مشهور است، باقر مجلسی 1,000,000 حدیث همه دروغ که هیچ اساسا هیچ گونه راهی برای اثبات این حادثه جمع‌آوری کردن و دشمنی ورزیدن. در واقع یعنی عناصر مفیدی که در جامعه بودند، مثل فیلسوفان، متفکران، موسیقیدانان، عرض کنم که تصوف، مکتب عشق، در واقع میخوام عرض کنم که بعد معنوی این ملت مدیون بزرگان متصوفین مثل شیخ ابو سعید ابوالخیر یا خرقانی یا مولانا جلال الدین رومی، سنایی و عطار، اینها یک بعد معنوی خارق العاده در اخلاق ایرانی، در فکر ایرانی گذاشته بود که اینا با اون دشمن بودن. خزله صوفیه میگفتن اینها، این است که به قدرت رسیدن و دشمنی را آغاز کردن. نه تنها اهل تسنن را از میدان بدر کردن، که هنوز هم اهل تسنن در ایران مظلوم هستن واقعا و حقوقشان محفوظ نیست، اینها فلسفه را از میان برداشتن. داشتم عرض میکنم که در زمینه موسیقی بعد از مغول به عنوان مثال، اینها در واقع موسیقی گسترش پیدا کرد و آدمای بزرگی دوباره سر بر کردن. یعنی بعد از فارابی ما نظریه پرداز موسیقی نداریم تا میرسیم به عبدالقادر غیبی مراغهی، خواجه عبدالقادر غیبی مراغهی که از یکی بزرگترین موسیقی دانان و نظریه پردازان بوده و دو کتابش برجاست، عرض بکنم که اینها و صفی‌الدین عرموی و اینها آمدن و میگوید، عبدالقادر میگوید در این مملکت 45 ساز که اینها رو نام برده، شکلاشونه به ما گفته، اینها همه رو برانداختن به وجهی که این 12 مقام موسیقی که ابن سینا و فارابی در بابون صحبت کردن و یادگار باستان هست از میان رفت و معلوم نیست این 7 دستگاهی که ما امروز داریم، که البته واژه دستگاه واژه جدیدی است، این 7 مقامی که فعلا ما در اختیار داریم، تکه پاره هایی است از اون موسیقی. به واسطه در این فاصله کسی جرأت این که از این کارها بکند نبود،
شعرا، روشنفکران، گروه گروه از ایران میگریختند و به دربار هند میرفتند. حالا دوست محترمی خواسته بودن که در باب جانشینان شاهرخ و تیمور صحبت کنیم که وقتش نداریم، جاش هم اینجا نیست، اما آدمای بزرگی مثل شاه جهان و اکبر شاه که اینا فرزندان عقاب و در واقع تیمور لنگ بودن و اینها، بابر که رفته بود اونجا، اینها رو میپذیرفتن. مشهور است که گور 700 تا 800 شاعر ایرانی در دهلی خاک است که اینا میرفتن اونجا رو میپذیرفتن. آخوندها اینا رو بیرون کرده بودن، در واقع جایی برای روشنفکری نبود تا زمانی که آخوندها به قدرت بودن و رفته رفته خرافات بر خرافات افزوده شد و اونچنان این جامعه به انحطاط رفت. اوج این جامعه در روزگار شاه عباس کبیر هست که به آخوندها زیاد میدان نمیداد و این مردی بود بزرگ و دانا، جهانگیر و جهاندار که در واقع قوت و قدرت ایران رو به منتهی درجه رسان در میدانهای جنگ، در لحاظ اقتصادی و گسترش میرفت در فرض کنی که در همین کلیسایی که هست در جلفای اصفهان که خود و ارامنه رو آورده بود از مرز، از ایروان و اون منطقه و جلفا، میرفت اونجا شراب بخورد با ارز کنم که کشیشان و اونچنین مردی بود شاه عباس کبیر. این در اوجه، اما بعد از شاه عباس به جهت اون که این مرد با اون همه بزرگی، اون مایه پادشاهان ایران اغلب چنین بودن که اینها به فرزندان خود حسادت میکردن و از اونها میترسیدن، این مرد بزرگ به عوض اون که رهبری بزرگ چون خودش از میان پسرانش تربیت کنه داد، در واقع فرزند بزرگش رو کشتن، سر بریدند و اینها، این است که بعد از او جانشین لایقی نبود و این رژیمی و این سیستمی که از یک سو تشیع رو آیین رسمی کرده بود، از یک سو ایران رو برکشیده بود، هنر ایران رو به منتهی درجه تعالی برده بود به لحاظ صنایع دستی و عرض میکنم که مینیاتور و کتابسازی و میناسازی و غیره و ذلک، اینا سر در نشیب انحطاط گذاشت. و ما وقتی میرسیم به روزگار آخرین پادشاه که سلطان حسین باشد، میزان خرافات به وجهی بود که در قضیه محاصره اصفهان توسط محمود افغان و عرض میکنم که اشرف، که اونها هم ایرانی بودند، در واقع اونها اهل سنتی بودند که نمایندگان اینها به اونها ستم میکردند و داستانش بسیار هست، یک جنگ داخلی بود و اینها، وقتی اینها آمده بودند و فرض فرمایید که اطلاعیه ها می نوشتند به امام زمان و آش ها می پختند، 100,000 نخود در این آش و بر هر نخود 100 بسم الله قل هو الله فوت می کردند و اینها، و اینها رو می شستند، این اطلاعیه ها شکوایی ها به امام زمان می شستند در این آب جاری که به کاخ پادشاه می رفت که بیاید و اینها رو نجات بدهد. و یک مرد بزرگی مثل فتحعلی خان دبلدقاجار که اساسا در خراسان زندگی میکرد، پدر بزرگ همین آقا محمد خان که بعد نادر او رو کشت، اینها با سپاه خودش که ما بایستی بریم اصفهان رو نجات بدهیم، آمد یک نبرد سختی هم با محمود افغان اینها رو شکست داد و رفتن گفتن آقا این آمده است که پادشاهی رو خودش بگیره، گفت بگوید برای من جنگ نکن. این است که ایشون هم با 500 کشته داده بودید، 2000 تنی از اونها کشته بود، سپاهش برداشت رفت. یک شاهزاده لایق داریم در همون روزگار که باز او هم مرد دلاور جنرال خوی بود، اون را هم عرض کنم که بیرون کردن و به یک وضعیتی شد که این تمدن بزرگ سقوط کرد و این همه هنر در اون در واقع شهر اصفهان که زیباترین شهرهای جهان بود از میون رفت به واسطه همین خرافاتی که این عرض کنم که آقایان به میان انداخته بودن. و عرض کردم که وجه همت ملا محمد باقر مجلسی که بزرگترین علمای اهل سنت هست، از میون برداشتن فلسفه و بیرون کردن، در واقع برانداختن متصوفین هست. اینکه عرض کردم که بعد معنوی میگه ما بعد از، یعنی تصوف رو اگر نگاه کنیم توجهش به حق هست و نهایت آمال آرزوی یک رونده طریق در واقع مستحیل شدن در وجود حق هست، فنا شدن در وجود هست اینها. بعد اون بیچارهایی که باقی موندن از زیر شمشیر قزلباش اینها،
این علی گویم علی جویم و این داستان تصویر علی و ذوالفقارش در خانقاه اینا از ترس اینا بوده، تصوف ایران در بهترین فرم به علی ربطی نداره. شما آقا هست، آثارشون هست، نوشته هاشون هست، از حجبیری بگیرید تا متصوفین پیش از اینا هست، اصلا داستان علی مطرح نیست. اینا یک سره شدن علی گویم علی جویم و یه از اون عرض می کنند که مکتب پربار عشق و وحدت وجود، اینها یک چمدان خالی مان که توش قرازه هایی از اون چه بود. سپاسگزارم جناب مشیری، امیدوارم که اتاق فرمان به من توجه بکنند. جناب مشیری اگر اجازه بدید خطای تلفن تلویزیون رو باز بکنیم و هموطنان ما اگر پرسشی از شما دارند اونها رو بتونن مطرح بکنند. تلفن تلویزیون برای تماس هست 818-301-8000. اما در این فاصله تا بگیریم یک تکسی رو من دریافت کردم از دبی. میگویند که درود بر شما آقای فروزنده و استاد مشیری. آقای فروزنده لطفاً از آقای مشیری بپرسید که به نظر ایشان اهل سنت نسبتاً مردمان آزاده‌تر و کم خرافات‌تری نیستند؟ بنده ندیدم سیاه بپوشن و عزاداری بکنن. تشکر. از برنا ساعت 6:30 صبح دبی هست که دارم این برنامه رو نگاه میکنم. خب بله، ببینید اینجا خیلی مطلب مهم هست، ما بایستی حواسمون جمع باشه. عرض کنم که اهل سنت اینا سنت رسول هستن و قرآن و اینها توسل به قبر یک چیز بسیار زشتی است و در واقع عبادت قبور و خم شدن بر قبرها و نمیدونم متوسل شدن به مردگان، اینها چیزهایی است که در اسلام نبوده و اسلام حقیقی به وجهی که نزد رسول مطرح بوده و اصحاب مطرح بوده این چیزی است که در دست اهل سنت هست. این است که از این نظر درست است. از سوی دیگر چون نیک بنگریم اگر بخوایم منصف باشیم، یک عنصر تراژدی در شیعه وارد عمل شده که بر محور عرض میکنم که قتل حسین و اینها و محور مظلومیت اساسا که شیعیان رو داره یک رقت قلبی کرده است که در واقع میشود گفت این رقت قلب چیز بدی نیست. این گریه کردن بر حسین که میگن چیز خوبی است، حالا اون رو من به کاری ندارم، ولی اساسا یک لمس انسانی در این تشیع هست. حالا آخوندار رو رها کنیم، بذاریم کنار برای یک لحظه، که این رغبت قلب شاید در اهل سنت، یعنی در تسنن، اجازه فرمایید به مردم اشاره نکنیم، نباشد. چون اسلام آیین زمختی است، آیین خشنی است و عرض میکنم که زیاد با عواطف بشری سرکاری ندارد. اما چون این زائده ایرانی است، حالا با زور شمشیر شاه اسماعیل، عواطف لطیف و رقیق در تشیع هست که این خواستگاهش این فرهنگ هست. عرض کردم مردم ایران میخواستن یک آیینی داشته باشن که با فرهنگ سمه. این رقت قلب، این ترحم و شفقت، اینها شیعیان داره دل نازکتری هستن و در واقع اون لمس انسانی و تراژیکی که در طی این داستان آمده شاید بشه باید گفت که انسانهای نرمتر و رقیق و قلبتری هستن از نظر رفتارها و ایدئولوژی، ولی اسلام حقیقی در دست اهل سنت هست و هیچ گونه شکی بر این نیست. و شیعه همونطور که عرض کردم یک چیز ساختگی است که مبتنی بر ساخته های ملایان و متعصبین بوده از روز اول. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما و مهمان ارجمندتون. درود بر شما، بفرمایید. آقای فروزنده، در سخنان آقای مشیری عزیز نکته که به چشم میخوره اینه که در تاریخی، وقتی تاریخ ایران رو بررسی میکنیم، در اون زمان حکومت عثمانی در حال تصرف و زمینی کردن خاک ایران به خاک عثمانی بود و تنها روش و راهی که به فکر ایرانی ها رسید این بود که یک مسئله شیعه رو گسترش بدن
و با استفاده از این مسئله شیعه در مقابل حکومت عثمانی بتونن یک حفظ و یک پارچگی ایران رو نگه دارن. چون ما تجربه یعقوب لیث صفاری، بابک خرمی و دیگر ایرانی ها رو داشتیم که مشکل اصلی این بود که ایرانی ها نمیتونستن در مقابل خلیفه شمشیر مبارزه کنن و شمشیرشون رو بلند کنن. بنابراین در سخنان آقای بهرام مشیری عزیز بیشتر تفاوت بین شیعه و سنی رو بعد مد نظر داشت، ولی در حکومتش صفوی اصل و بنیان اندیشه که وجود داشت استفاده از مسئله شیعه، حفظ و یکپارچگی و سربلندی ایران بود. و یه نکته از نظر تاریخی این که در حقیقت اون چیزی که به اسم شیعه و آداب و رسوم شیعه وجود داره شاید بالای 95% همون آداب و رسوم ایرانی ها و به خصوص زرتشتی ها بوده که فقط شکل عوض شده، از میخوام اسم عوض شده و مسئله اسلامی جاشو گرفته. سپاسگزارم. مرسی. آقای فروزنده، ایشون به عوضی که بگوید در سخنان آقای مشیری این چیز نبود، هموطنان ما میدانند کسی که این سخنان را بیان میان آورد بنده بودم و یا میفرمودند که این اولین بار است به حرفای ما گوش میدن. بنده بارها به کرات و مرات از زمانی که بنده با آقای مهری در این باب صحبت میکردم 20 سال پیش و این مطالب رو ما 15 ساله بودیم که میدانستیم، دوست محترم، بارها من از عثمانیان و شیبانیان و داستان ایران و وارد شدن ایران و جنگ های ایران و طمع نمیدونم، ایشون پیداست که برنامه ها رو دنبال نمی کنن. من عرض کردم بارها که اینا تا قزوین بودن در زمان، حتی تا زمان شاه عباس کبیر این ترکای عثمانی تا قزوین بودن. این داستان خیلی پیش پا افتاده است. من ترجمه می کنم ایشون با آبوتا عرض کنم که احتمالاً مطالبی رو که از خود ما گرفتن به خود ما با صورت معلم می فرماین. این داستان پیش پا افتاده است دوست محترم، این برکشیدن ایران و اینکه بارها عرض کردم در قرون هفتم و ششم و هفتم اینها نام ایران اساسا مطرح نبود. شما گوش نکردید دوست محترم، بارها عرض کردم که سعدی وقتی میگوید سعدی یا حب وطن یعنی شیراز، چون و من از ابن خلدون، از اشپینگلر، از مورخان بزرگ همه اینجا استشهاد کردیم و این داستانی که شما میفرمایید رو ما بارها به کرات و مرات چندین سال هست در بابش داریم صحبت میکنیم. این اصلا خیلی سپاسگزارم از شما، اما پیداست که شما تازه در واقع تازه وارد هستید به این مباحث و اینها یک قضایایی است که به کرات و مرات ما در بابش صحبت کردیم. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب فروزنده سلام عرض میکنم. سلام آقا، بفرمایید. خدمت آقای مشیری سلام عرض میکنم. درود باشید. سوال داشتم. بفرمایید. جناب مشیری در صحبتاشون فرمودن که یک نفر از طرف شمال خراسان به اشرف و محمود حمله کردن، ولی من در کتاب خوندم که در اون موقعی که اصفهان در محاصره بود 1000 نفر مرد دلیر ارامنه جلفا به خاطر جان و مال ناموس تقاضای جنگ کردند، ولی آیت الله آن زمان تشخیص داد که بهترین شیوه با هدایای فراوان و یکی از دختران شاه سلطان حسین به پیشواز آنها رفتن، دروازه شهر را گشودن و عبدالی ها با غارت و چپاول و کشتار زیاد حدود 18 سال بر گرده ما نشستن. سوال دومم، ابو سعید جنابه‌ای آیشون اطلاع دارن یا جنابه‌ای حاکم جنوب ایران بوده به جزیره عربستان حمله کرده، تازیه را شکست داد، حتی سنگ سیاه یا همان حجرالاسود را به ایران آورد، آن را دو تکه کرد و در مبال خود جا داد. در سالیان بعد از ابو سعید عرب ها این سنگ را به عربستان بازگردانیدند و امروز فقط افراد خاص به آن بوسه می زنند. بفرمایید آقای مشیر. عرض کنم ایشون خلط مباحث میکنن، متاسفانه ایش ربطی به کار ما ندارد. بله، فرمانده قرامته بودن، قرمتیان یک گروهی بودن از گروه های افراطی و یک شیوه در واقع سوسیالیستی به میان انداخته بودن، یکدیگر کمک میکردن، صندوق تعاون داشتن، میگوین 750 میلیون دینار
خرج خلیفه شد برای سرکوبی قرمتیان، اما موفق نشد تا اینکه ترکان پیدا شدن در واقع واسه مرکزی و محمود غزنوی و شروع کردن به قتل عام اینها و انصاری یا فرخی از شاعرای بزرگ اینها میگوید قرمتی کشتی چنان که از خون ایشان چند سال چشمه های خون شود سنگ بیابان یا ریگ بیابان در مسیل، یا از این جد داستان واری قرامتی درست میگوید ایشان. اینها 20,000 نفر بودند و به عنوان حاجیان برفتند اونجا و هرچه حاجی بود در منطقه کشتند و بعد حجرالاسود رو وقتی که رسید این رئیس قرامته با گرزی که در دست زد و این رو شکست و آوردن و در همونشون شاه موال گفتن درست گفتن آویختن و بعد که کسی آمد و این رو از اینا خریداری کرد و بازگردوندن و این رو چسباندن سر جاش گذاشتن. این داستان تاریخی است که اصلا به بحث ما هم مربوط نبود. واقعا اون داستانی هم که من اشاره کردم در باب فتحعلی خان قاجار دولو چون واقعی خیلی مهم بود، میخواستم اشاره‌ای بکنم به موضوع خرافات دربار شاه سلطان حسین، وگرنه ما بخوایم وارد جزئیات مطالب مربوط به محاصره اصفهان رو بگوییم یک 6 ماهی باید خدمت شما باشیم. آقای فروزن بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام آقا بفرمایید. تشکر میکنم از تلویزیون اندیشه و سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد مشیری و از اینکه واقعا در کلام انصاف رعایت میکنن. من به یاد دارم چند جلسه پیش ایشون در بحث خراب کردن یا سوزاندن کتابهای مجلسی ایشون مخالفت کردن، در حالی که مجلسی یعنی محور اصلی ارتجاع آخوندیه و در حدی که حتی بعضی از خود آخوندهای شیعه در قم هم کتاباشو نقد کردن و همین اخیراً من کتابایی روی اینترنت خوندم پیوستم تونستم دانلود بکنم از کسی که اسم خودشو زده آیت الله سید آیت الله عظما سید ابوالفضل برقعی قمی که ایشون همدرس خمینی بوده و همین اخیر هست متأخر و ایشون در رد احادیث این بهارالانوار مجلسی و به خصوص مهدیگری و این مسائل مربوط امام زمان چند کتاب نوشته و قابل سرچ هست روی اگه گوگل بکنن میتونن پیدا بکنن. میخواستم ببینم جناب استاد مشیری در این رابطه اطلاعی دارن. مرسی. بفرمایید. سوالشون خیلی مبهم بود. یکی داره با سوزاندن کتاب بود گفتن، یکی گفتن که بسیاری آخوندها یا یک آیت الله ایشون آمده است و مجلسی رو رد کرده است و اینا. مجلسی بعد از امام جعفر صادق مجلسی مهمترین شخصیت شیعه هست، ما چه بخواهیم چه نخواهیم، و در واقع اون چی این آخوندها گرفتن در این چیزهایی که می نویسن اینها سرچشمهشون به محمد باقر مجلسی است، از سید ابوالحسن اصفهانی گرفته تا خمینی، این چیزهایی که همین حل المسائل و این داستانهای لاطائلی که اینا هست در کارشون، اینا بیشتر سرچشمه مجلسی است و البته علمای شیعه دیگری هم بودن، اون 4-3 شیخ بزرگ اینا. اما هر سبت که بعد از مجلسی ما بزرگتر از مجلسی در باب، البته یک چیزهایی هم گفته که در واقع اهانت مستقیم به پیغمبر است، اهانت به فساد. ببینید وقتی قدرت ما بلندگو رو دادیم دست یک نفر و همه به او تعظیم کردیم و هرچی گفت شنیدیم کارش به لاطائل میکشد. یک قسمتی دارد در همین کتاب نصیحت رسول به علی در باب که کی سکس بکند، یک داستانهایی که واقعا آدم شک میکنه بعض اوقات که مجلسی چگونه میاندیشیده و چرا این سخنان رو گفته و اینها، از این چیزها هست که توهین مستقیم هست. اما بر روی هم محمد باقر مجلسی به دلیل اینکه دانا بوده و یک تبحر و تسلطی بر تاریخ داشته، فلسفه هم میدانسته، توانسته به زبان بسیار بسیار ساده این مطالب رو در گوش عوام بکند،
هیچ کس به اندازه مجلسی در بین توده‌های مردم این شیعه‌گری رو نتوانسته گسترش بده و همه اعمال و رفتاری که یک نفر از بام تا شام ممکن است در منزلش و در موضع خصوصی انجام بده به اینا اشاره کرده و صحبت کرده، در باب حنا گذاشتن، در باب نور کشیدن، در باب آتاب بیت الخلا رفتن، همه اینها از اوست. بنابراین یک آدم بانو بسیار بسیار بانفوذی است، پدر نامداری هم داشته با محمد تقی مجلسی که البته ایشون بیشتر گرایش و تصرف داشته. اینها این است که نمیشاید منکر نفوذ مجلسی در عالم شیعه شد و اون رو رد کرد. البته حرفای لاتایل و اینا هم بسیار گفته. بفرمایید، خواهش میکنم. الو، بفرمایید خانم. سلام آقای، بفرمایید. من سلام خدمتتون میدم. منم شما به شما سلام میکنم خانم. حال شما آقای فروزنده؟ ببخشید خوبم. حال شما خوبه؟ شکر. آقای فروزنده. بله بفرمایید خانم. لطفاً تلویزیون با من صحبت نکنید. اجازه بدید من بگم اینا، این خمینی ها 35 سال مملکت ایران را تصرف کردن. شما چه خوبی از اینا دیدید که ببخشید خانم وقت من ندارم شما تمام برنامه رو از تلویزیون گوش بدید و بعد بخواید چهار تا جمله بگید. بنده هیچ خوبی نه من نه آقای مشیری از خمینی اصلا ندیدیم، هیچ دفاعی هم نه بنده از آقای خمینی میکنم نه آقای بهرام مشیری. بنابراین استراحت بفرمید. بفرمید خواهش میکنم. درود فراوان بر همه شما آقای فروزنده و آقای مشیری، هممیهنان گرامی. سریع پرسشتو بفرمایید. نه ملا لعنت به آیت الله. دو سه تا پرسش داشتم، امیدوارم من مثل شماها فرموله نیستم، کژ و کلم. اگه میدونستم کشورمون به دست اینا میفته از 30-40-50 سال پیش منم یه کارایی میکردم. ببینم، یک، چرا پس از این که ما ایرانیان جنایات اسلام و آخوندها را دیدیم در انقلاب مشروطیت، دین رسمی و به ویژه دین آخوندها شیعه را در قانون اساسیمون یه آخوند کشتیم، به جاش 5 تا رو زدیم و شد مایه همه کارهایی که بعدن دولتهای بعدن میباستی بکنن؟ چرا؟ من رنج میده. چگونه شد؟ سوال دومتون رو بفرمایید. بله، سوال دومتون. اوکی، دوم. این یک بود، دو بود، این بود. یک این بود، چرا پس از این که دو این بود، چرا روشن فکران چپ و راست به جای اینکه با دولت‌ها بسازن و اونها رو پوش به هول بدن که از خرافات و آخوندها دین دوری بگزینن، باعث شدن که دولت‌ها ناتوان بشن که آخر عاقبتش آخوندها که زیر آبی می رفتن با دولتها باشون بلا نسبت لاس می زدن بیان بالا؟ سال سه؟ سومیش با بودن این سیدها، میگن 10 میلیون، نمیدونم چقدر این سید هست. سید یعنی پیرو اسلام. ما با اینا با چه کار بکنیم؟ متشکرم، سوالتون مفهومه. بفهمید آقای مشیری. ببینید عزیزان، یه چیزی فراموش نکنید، مردم آزادن در دین، اسلام یا غیر اسلام قضیه چیز دیگری است. این دوست محترم مثل بسیاری از هموطنان داستان دین رو میگه. ببینید این مطلبی که چرا 4 تا آخوند گفتن در قانون اساسی، قانون اساسی ایران قانون خوبی بود دوستان، فقط ممکن است کسانی که میخواهند یک توجیهی بر استبدادهای گذشته داشته باشند به این ماده ایراد بگیرند. مرحوم ملک الشعرای بهار میگوید این مجالس ملی که تشکیل شد در بدترین شرایط، با وجود جنگ بین الملل اول، با وجود فقر و بیچارگی، بهترین تصمیم‌ها را برای ملت گرفتند چون نمایندگان ملت بودند و در همین دوره مملکت رو اداره کردن. کسانی که بازگشته بودند با سپاهیان که آزادی رو بگیرن توانستن شکست بدهند و 1 سانتی‌متر مربع خاک ایران رو مجلس ملی از دست نداد.
این است که اگر یک تعارفی شد، شما بفرمایید کدام قانون قرار بود از مجلس در واقع تصویب مجلس تصویب بشود که پنج آیت الله هرگز نمیشد پنج آیت الله را اصلا جمع کنی دور هم. منتظری میگوید این آخوندها، این آیت الله ها اونقدر با هم دشمن بودن و حسادت داشتن که دو نفرشون رو در یه اتاق نمیشه جمع کنه. حالا نبینید حالا که افتادن به دزدی و خالی کردن جیب ملت همدیگر رو دارن. در اون روزگار به نیوش نبود. این است که در یه کشور شیعه و دیگه شرایط اون روزگار ابتدای قرن بیستم، اینها آدمهایی مثل ملک المتکلمین، آدمهایی مثل مرحوم بهبهانی و طباطبایی و سید جمال واعظ، اینها علمایی بودند که اینها وطن دوست بودن، با آزادی خواهان همراه شدن، ما همه رو با یک چوب نباید برانیم. اینها بودن که آمدن تعارف کردن، یک تعارف بوده، وگرنه ما سراغ نداریم که یک قانونی که به نفع ملت بوده باشد و مجلس ملی بخواد بکنند مثلا پنج تا آخوند جمع بشن و نگذارن. این یک تعارفی در هر قانون اساسی مش تعارفات هست. این است که این رو نمیتوانیم ما بهانه بکنیم که قانون اساسی 1906 رو عرض کنم که رد بکنیم و بعد استبداد رو تعریف و تمجید بکنیم که چون به درد نمیخور خوب شد که استبدادی شد. اینا حرفا بسیار بسیار جاهلانه و ضد مردم نیست. من ایشون رو من متهم نمی کنم، اما به حسرت ایشون اشارش اون چیز هست. سوال دومش رو من متوجه نشدم. اگر سوال دوم در همون مایه سوال اول، چرا روشنفکران چپ و راست با دولت ها نساختن که دولت ها ضعیف بشن در مقابل آخوندها؟ خب ببینید، عرض کنم روشنفکر کسی نیست که با استبداد بسازه عزیزان. اساسا روشنفکری نمانده بود، یعنی فضا برای روشنفکر چه میکند؟ روشنفکر بایستی بتواند سخنش رو بگوید تا بتواند فکر روشنش رو القا بکند به جامعه. این امکانات که نبود دوست عزیز، و اساسا دهانها بسته بود. روشنفکری هم دیگه بیچاره کسانی بودن خاموش بودن. از نبود روشنفکر ما به اینجا رسیدیم، از نبود رهبران فکری در طیف‌های مختلف و از نبود آزادی بیان ما بدین چاه افتادیم دوست محترم. نه اینکه به خاطر وجود شیعه یا وجود آخوند، یا آخوندها بودن هزار سال، ولی هرگز دیده نشد که اینا به حکومت برسن به جهت این آدم‌های وجود داشتن. اما در روزگاری ناگهان این داستان اتفاق افتاد که رجل سیاسی و حزب سیاسی و تشکیلات حزبی و روشنفکری در مملکت ما وجود نداشت، به جهت اینکه استبداد همش از میان برداشته بود. سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم. بله بفرمایید. با کمال تشکر، میخواستم راجع به مسئله حاجی نصیرالدین طوسی و در زمان مغولان و کشیدن خلیفه مسلمین زیر فرش و اینا، این چه ارتباطی به برنامه ما داره؟ جناب مشیری، به پایان خواجه نصیر طوسی و چی متوجه نشدم؟ که خلیفه رو کشیدن زیر نمد و از این حرفا. نه ببینید، مطلبشون نداره، ولی به یک گونه میتوانیم ربطش بدهیم. ببینید، خواجه نصیرالدین طوسی شیعه بود، ابن علقمی وزیر خلیفه هم شیعه بود، متظاهر به سنی بودن بود. اینه که اینا با هم ساختن به گونه بدون چه مشهور است و هولاکو رو تحریک کرد خواجه نصیرالطوسی برای گرفتن بغداد. بنابراین یک عمل بسیار بسیار مهمی بوده، عرض شود که رفتن به بغداد هولاکو به سال 656 و فرو انداختن حکومت در واقع خلافت، فضا باز شد برای یک در ابراز وجودی برای ایرانیان، چون تا زمانی که خلیفه وجود داشت امکان پیدایش سلسله ایرانی نمی بود. از این جهت رفت پیدا میکرد شیعه بودن خواجه نصیر و شیعه بودن وزیر اون خلیفه. سپاسگزارم جناب مشیری، از شرکتتون در برنامه. به پایان وقت رسیدیم. به امیده که 15 روز دیگه قسمت 8 این برنامه رو با شما داشته باشیم. من به شما وقت بخیر میگم در تگزاس. درود بر شما و درود بر هموطنان. سپاسگزارم از همه دوستانی که تشریف آوردن و سوالشون رو مطرح کردن. امیدوارم که باز در خدمت هموطنان و شما باشیم. سپاسگزارم. بینندگان ارجمند، هر جا که هستید، لبهاتون بر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.